چرا سلیمان آخرین پیامبری است که به بهشت می رود؟ سلام دوستان، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا خوش آمدین. امروز می خواهیم در این ویدیو درباره ثروت حضرت سلیمان و عاقبت آن حضرت را که یک درس بسیار زیبا و آموزنده برای همه ماست مرور داشته باشیم. پس قبل از همه ویدیو ما را لایک کنید و کانال نکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای جالب بعدی ما آگاه شوید. بارها این جمله را شنیدیم که هر که بامش بیش برفش بیشتر. این جمله دارای پیام‌های فراوانی برای ماست که چگونه توشه سفر خود را ببندیم تا موقعی که می‌خواهیم حساب آن را پس دهیم کمتر وقت بگیرد. یکی از نعمت‌هایی که خداوند به برخی از افراد داده، ثروت و دارایی است که می‌تواند اسباب عذاب و گرفتاری برای انسان باشد و هر انسانی می‌تواند این ثروت و مال را در راه‌های مختلف خرج کند. اما آنچه مهم است این است که خداوند روزی درباره همین دارایی‌ها از ما حساب پس می‌گیرد. حضرت سلیمان از نادر پیامبرانی است که خداوند پادشاهی مشرق و مغرب زمین را به او داد و سالها بر انسانها، چارپایان، مرغان و درندگان غالب و حاکم بود و زبان همه موجودات را می دانست که زبان از توصیف قدرت عظیم او قاصر است. درباره ثروت ایشان آوردند که فرشی داشت که جنیان آن را از ابریشم و طلا بافته بودند و هر زمانی که می‌خواست به جایی برود روی آن فرش می‌نشست و هر جا و با هر سرعتی که می‌خواست آن فرش وی را به مقصد می‌رساند. آنقدر قدرت داشت که حتی باد نیز تحت اختیار او بود و با باد سخن می‌گفت. میزی داشت از طلا که با یاقوت و جواهرات آراسته شده بود و 3000 میز دیگر در اطراف او بودند، مخصوص علما، وزرا و بزرگان بنی اسرائیل. سلیمان علیه السلام 100 فرسخ لشکر داشت، 25 فرسخ از جنیان، 25 فرسخ از پرندگان، 25 فرسخ از انسان و 25 فرسخ از حیوانات چارپا و جنیان گوهرهای درخشان برایشان می آوردند. در آشپزخانه های آن حضرت روزی 100,000 گوسفند، 40,000 گاو برای فقرا و مساکین و لشکریانش تبخ می شد، ولی غذای خودش نان جو بود که آن را نیز با دست خودش می پخت. روزی دستور داد که کسی وارد قصر من نشود و خود عصایش را به دست گرفت و به بالاترین جای قصر رفت. در حالی که به عصایش تکیه داده بود و مملکت خیش نگاه کرد و شکرگزار خداوند بود. ناگاه نظرش به جوانی خوش‌چهره و پاکیزه افتاد که از گوشه قصرش پیدا شد. فرمود: چه کسی به تو اجازه ورود به قصر را داده است؟ گفت: پروردگار تو. فرمود: تو کیستی؟ گفت: اسرائیل. فرمود: برای چه کاری آمدید؟ گفت: برای قبض روحتون. سلیمان علیه السلام چون هیچ وابستگی به دنیا نداشت فرمود با آنچه ماموری انجام بده. اسرائیل جان ایشان را در همان حالت که به عصا تکیه داده بود قبض کرد. چند روزی گذشت، مردم و اطرافیان او را می دیدند و گمان می کردند که زنده است. بعضی می گفتند چند روز غذا نخورده و نیاشامیده، پس او پروردگار ماست. عده‌ای می گفتند او جادوگر است و در دید ما سحر کرده که ما گمان کنیم ایستاده است. گروهی گفتند او پیامبر خداست و خلاصه خداوند موریانه هایی را فرستاد که میان عصای او را بخورند تا عصا بشکند. وقتی عصا شکست و او به زمین افتاد، بعد داخل قصر رفتند و متوجه شدند که چند روز است از دنیا رحلت کرده است. نکته مهم داستان این است که سلیمان علیه السلام با این همه ثروت فریب دنیا را نخورد و دنیا را در مسیر آخرت خرج کرد، اما با این حال آخرین پیامبری است که در فردای قیامت به بهشت می رود. زیرا خاصیت دنیا در این است که در حرام آن عقاب و در حلال آن حساب است. حسابرسی طولانی اموال سلیمان سبب می شود که او به عنوان آخرین پیامبر و فرستاده خدا قدم به بهشت بگذارد. بنابراین نه تنها دنیا به خودی خود مذموم نیست، بلکه دنیا دوستی و استفاده صحیح از مخلوقات هم مذموم نیست.
استفاده غیر شرعی و وابستگی و یا پرستش دنیا مورد مذمت واقع شده که از آن به دنیای ملعون و یا مظلوم تعبیر می شود.